خیلی مختصر، من دکتر رفع هستم و خوش آمد میگم به شما برای دیدن این برنامه که در کانال یوتیوب رادیو NLP اون رو نگاه بفرمایید. هر گونه سوال و پرسشی دارید خوشحال میشم در زیر این دو بهش پاسخ. امروز میخوام کلاً در مورد الکل صحبت کنیم. تمام حواشی الکل، چه الکلی خوب هست، چه الکلی بد هست، میزان مصرف به چه صورت، آیا مصرف بشود یا نشود و کلی حواشی در مورد الکلی که از دیرباز برای بدن مورد استفاده قرار می گرفته اسمش اتانول. شما می دونید که این دومین در واقع الکلی است از سری الکل ها که قابل استفاده است، نیست بعد از متانول یا الکل چوب که قابل استفاده نمی باشد برای بدن. دومین الکل می رسیم به 3-2H5OH، یعنی تعداد کربنش 2 هست و مثلش اتانول. اتانول معمولا از تخمیر ساکاروز، گلوکوز و فروکتوز حاصل میشه. میدونیم که میوه آب سرشار هستن از فروکتوز، پس در یک تخمیر غیر هوازی، یعنی در عدم حضور اکسیژن، میشه این تخمیر انجام بگیره در یک محیط خنک، به خاطر اینکه این واکنش احتیاج به گرفتن گرما داره برای اینکه در واقع تبدیل بشه به سرکه. برای ما نباید بهش این گرما رو بدیم، باید آب رو ازش بگیریم و اکسیژن هوا یا اکسید شدن رو هم ممانعت بکنیم تا بتونه الکل تولید و در واقع گاز دی اکسید کربن خارج بشه. پس برای ساختن الکل ما احتیاج به این قندها و یک شرایطی داریم تا بتونیم اونها رو بسازیم. همونطور که عرض کردم خدمت شما، در ساختن الکل ها اگر یک سری از واکنش ها تغییر ایجاد بکنه، محصول یا پروداکت ما فرق میکنه. یعنی مثلا ممکنه در واقع تشکیل شدن الکل که ابتدا استالدهید ساخته میشه و بعد از اون الکل ساخته میشه، وینیگر یا اسیدیک اسید یا همون در واقع سرکه ساخته بشه، که همونجور که عرض شد اگر ما بتونیم محیط رو خنک نگه داریم، عاری از اکسیژن یا هوا و همچنین از آب عاری باشه که واکنش جابجا نشود و همچنین عاری از واکنش یا واکنش دهنده تولید سرکه که معمولا البته در همه جا وجود دارد، ما میتونیم الکل رو این الکل در واقع یک کامپوننت یا یک ترکیب شیمیایی است. همونجور که تو بحث داروهای شیمیایی و گیاهی با هم دیگه صحبت کردین، غلظت‌های مختلف از مواد مختلف میتونن نام دارو، سم یا ساپلمنت رو داشته باشن. اتانول مانند متانول قاعدتا سم، یعنی خوردن الکل برای بدن باعث ایجاد سمیت میشه. خارج از اون بحث حالا شادی آوری اتانول که مصرف اون باعث میشه که در واقع کورتیزول در بدن ترشح بشه، حالت شادی داشته باشیم، یک خورده از در واقع واقعیت فاصله بگیریم به علت تغییر در سیستم های پیام رسانی بدن، اما مصرف اون سم هست. متانول سمیتش در غلظت پایین تر است، اما اتانول سمیتش در مقدار بیشتر است. علت وجود سمیت اون هم این هست که بعد از مصرف اتانول یا همین الکلی که مصرف خوراکی دارد، بعد از عبور از معده از روده کوچک شروع میکنه به انجام پدیده در واقع عبور اولی که از کبد انجام میشه و دست این در واقع ماده از کبد و در اونجا با ایجاد آن و با وجود در واقع آنزیم الکل دهیدروژناز یا ADH، این ماده تبدیل میشه به استالدهاید. میتونی استالدهاید سمه و به صورت مستقیم برای بدن بسیار بسیار هم خطرناک. استالدهاید در قسمت سیستماتیک بدن میتونه وارد بشه و به مراکز عصبی، مثلا به مویرک های شبکیه چشم و به مغز به راحتی اصلا سو بذاره، یعنی مصرف بیش از حد الکل و در نتیجه تبدیل بیش از حد اون به استالدهاید موجب خدای نکرده حتی فوت هم میشه. پس یعنی کسی اگر اتانول هم مصرف زیاد بکنه، اگر مشروبات الکلی هم مصرف زیاد بکنه، در سرا اووردوز میکنه و جون خود رو ممکنه از دست بده. اما این مقدار برای متانول خیلی خیلی درصدش بیشتر و مقدار بیشتر از متانول
تبدیل به استون، ستون و استالدهاید بشه که سمهای مهلکی هستند برای سیستم بدنیه. تمام زحمت دفع الکل بر عهده کبد است. همونطور که گفتم پدیده عروق اول کبدی رو ما داریم، یعنی وقتی فرد الکل مصرف میکنه حدود 5 تا 7 درصد اون توسط عرق کردن ادرار دفع میشه و تنفس البته، و بسیاری از اون شاید 90 درصدش از طریق کبد باید فرگمنت دیکامپوز و شکسته بشه و طی 12 تا 24 ساعت از بدن خارج بشه. پس این سنتیک واکنش در تبدیل الکل اتانول به استالدهاد در زیر 24 تا 48 ساعت طول میکشه تا بدن آری از این ماده بشه. ممکنه بپرسید چه فرایندی میتونه کمک بکنه که این آری شدن اتانول در بدن سریعتر اتفاق بیفته و بدن پاک بشه از این ماده شیمیایی. خوردن آب زیاد کمک میکنه. استفاده از سودا یا نوشیدنی های کربناته به دلیل فشار گازی که داره و همونجور که عرض کردم باید الکل از معده شسته و به سمت روده انتقال پیدا کنید که در ابتدای روده کوچیک به کبد در واقع جذب بشه. پس هرچند این امر سریعتر اتفاق بیفته بهتر است. هرچه کبد سالم تر باشه میتونه کاراییش برای دفع و تبدیل الکل به استالدهاید و سپس دفع اون بهتر و شدیدتر باشه. چربی کمتر بدن این کار رو امکان پذیرتر میکنه. چرا؟ چون الکل در سلولای چربی میتونه جمع بشه، جذب بشه و کم کم آزاد و دفع بشه. همونجور که عرض شد کبد سالم ها بسیار بسیار مفیده و در نهایت خواب با اون. یعنی خواب متناسب باعث تغییر در هورمون ها و ایجاد آرامش و دفع سریعتر در واقع الکل. زمانی که یک فرد داره الکل رو تولید میکنه در فرایند در اصطلاح تولید شراب، یعنی از یک میوه الکل رو ساختن، چون تخمیر غیر هوازی است فرایند از تبدیل فروکتوز به الکل انجام میگیره، به اتانول انجام میگیره و اینجا ما متانولی نداریم. حتی اگر مثلا قسمت های مختلف میوه مثل چوب مثل دانه میوه هم همراه باشه، اما نکته خطرناک اینجاست که در طریق دیگر تولید الکل یعنی دیستریبیوشن یا تبدیل، زمانی که میوهی که درش الکل ایجاد شده رو ما توسط ستون تختیر میخوایم از آب جدا بکنیم، اونجا اگر چوب یا دانه هم همراه اون میوه باشه خود اون به نوبه خودش ایجاد الکل چوب یا متانول میکنه که وجود 1% از اون چند درصدی از اون در داخل این اتانول موجب خطرناک شدن این ماده و همجور که عرض کردم ایجاد اون فرایند برای تولید استالدهاید و ستون و کتون بیشتر در بدن میشه که بسیار بسیار خطرناک. پس باید توجه داشت اگر که تفتیر انجام میگیره برای ساخت یک الکل باید حتما خود میوه یا بهتر بگم الکلی باشه که حاصل از تبدیلش از فروکتوز یا قند اون میوه به الکل بوده و حالا ما میخوایم از آبش در واقع اون رو جدا کنیم به صورت 70-95% و یا چند بار اگه اینو دیستیلوت بکنیم میتونیم حتی 99.98% رو هم در البته شرط خاص پیدا بکنیم، ولی با چند بار تفتیل میتونیم به عدد تقریبا خوب 90-95% برسیم. بعد از صحبت در مورد اینکه الکل چه هستش و چطوری تولید میشه باید بیشتر صحبت بکنم در مورد سمیت و خطرات استفاده از آن. همانطور که باز میخوام خدمت رو عرض کنم چون نکته خیلی مهم هست، غلظت حرف اول و آخر رو در مورد مواد شیمیایی میزنه. میزان مصرف الکل باید خیلی خیلی کم باشه، یعنی من ترجیح میدم که بهتون عرض بکنم مصرف نشه. الکل در بسیار از داروها هست. داروی سرفه‌ای که شما میخورید در واقع چندین درصد الکل به عنوان حلال درش وجود داره که تونسته مواد مختلف شیمیایی رو درش حل بکنه و به شما یک شربتی که حالا به شما میگیم شربت سرفه یا هر چیز دیگه بده. پس شما ناخودآگاه فکر نکنید که زمانی که واقعا قصد مصرف نکردن الکل رو ندارید هر چیزی که میل میکنید واقعا الکل نداره. چرا؟ خیلی چیزها درش الکل هست ولی ما ناچار هستیم چون بعضی از غلظت‌های کم الکل برای بدن لازمه.
مقاله ای رو میخوندم در هفته از آن کرده بود یک دانشگاهی در استرالیا که روی آن کار کرده بود، گفته بود 300 میلی لیتر یعنی یک لیوان تقریبا کوچک الکل برای بدن لازم هست، یعنی باعث میشه که خب آزمون انجام دادن سکته قلبی رو کاهش بده، باعث میشه که کاهش آلزایمر رو داشته باشیم، کاهش سنگ تولید سنگ صفرا رو داشته باشیم، کمک میکنه به معده ما برای اینکه بتونه بهتر کار بکنه. اما چه کسی هست که بتونه این رو اندازه بگیری بکنه، دقیقا بیشتر مصرف نکنه، نخواد به حال خوشی برسه؟ 90% از کسایی که الکل رو مصرف میکنه قاعدتا بر این قضیه قائل نیستند، بر مصرف زیادتر از این حد رو دارند. پس بهتره بگیم مصرف نکردنش بهتر است از مصرف کردنش. چرا؟ چون در غذاهای بیشتر باعث مانند شمشیر دولبه، باعث ایجاد سکته قلبی و فشار به ماهیچه‌های قلب در پمپاژ خون میشه در مقادیر زیاد، باعث ایجاد انواع سرطان‌ها مثل سرطان دهان، مثل سرطان سر و گردن، مثل سرطان کبد که بسیار 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 شایع هست و سیروز کبد، باعث پانکراتیت، همچنین باعث سکته قلبی و فشار خون هم میشود. اگر خانمی باردار باشه و مصرف الکل داشته باشه میتونه میوتیشن یا جهش ژنی رو هم برای فرزند اون داشته باشه که بسیار بسیار خطرناک. ممکن است اصلا بپرسید خب حالا به هر حال الکلی تهیه شده، ما نمیدونیم داخل این الکل فقط اتانول یا متانول هم هست، چه باید بکنیم؟ روش های شنیدیم به عنوان مثلا وقتی آتیشش میزنیم رنگ شعله به چه رنگ هست، از روی بوی اون و خیلی چیزهای دیگه، اما این روش ها روش های دقیق نیست چون شما با جون خودتون دارید بازی میکنید. پس تنها به غیر از روش های دستگاهی و استفاده از دستگاه شیمی مثل مثلا استفاده از دستگاه یووی ویزیبل که میتونه مثلا به ترتیب متانول، اتانول و آب رو در 205، 210 و 190 نانومت در واقع لامدا مکس های اونا هست جذب کنه، یا با دستگاهی مثل HVLC مس. ما اما در آزمایشگاه شیمی نیستیم که این دستگاه ها رو داشته باشیم که بتونیم دقیقا مقدار و نوع الکل رو حساب کنیم. میایم از یک روش خیلی ساده تر استفاده میکنیم. اسم این روش روش در واقع یودوفورم هست. اگر از یک مغازه شیمیایی، از یک مغازه‌ای که مواد شیمیایی می‌فروشد با مقدار اندکی یود تهیه بکنین و این مقدار اندکی هم سود یا همون NaOH معروف سود سود، با این دو تا ماده به راحتی ما میتونیم بگیم که این ماده ما اتانول یا متانول. چه کار میکنیم؟ اون الکل رو گرم میکنیم، بهش مقدار یود اضافه میکنیم، سپس مقدار بهش سود رو اضافه میکنیم. اگر با افزایش سود رنگ محلول ما به رنگ زرد تغییر کرد، قاعدتا این محلول اتانول است. اما اگر تغییر رنگ نداشت و تغییر رنگ اندک بود، قاعدتا در داخل این محلول متانول هست و به هیچ عنوان نباید مصرف بشه. امروز تست هایی وجود داره که نشون دهنده این هست که فرد مصرف الکل داشته یا نه. چرا؟ چون نمیدونم میدونید یا نه، یکی از جرایم جنایی امروز در دنیا مصرف الکل، یعنی اگر شما پشت فرمان ماشین نشسته باشید و الکل مصرف کرده باشید، اون آفیسری که شما رو هدایت میکنه به دادگاه و به اون پلیس استیشن در واقع قسمت کریمینال یا جرایم جنایی بررسی کار شما رو میکنه. اینقدر مصرف الکل خطرناک هست خصوصا در هنگام رانندگی که این امر اتفاق میفته و با جریمه های سنگینی مواجه خواهد بود. پلیس هم کارش رو آسون کرده، میاد از یک دستگاه استفاده میکنه که بر اساس آمپرومتری و در واقع بهتر یا پوتاسیومتری کار میکنه، دو تا در واقع داخل اون قسمت مختلف آنود و کاتود وجود داره. شما وقتی که داخل این فوت میکنید، همجوری که عرض کردم بچه‌ها، یکی از راه‌های خروج اتانول از بدن شما بعد از مصرف در واقع این برید و تنفس هست و در داخل تنفس شما مقدار زیادی الکل وجود داره. این الکل وارد دستگاه میشه، در یک قسمت در واقع هوا میاد واکنش میده و آب تولید میشه، در قسمت دیگه
این الکلی که شما اون رو اومدید فوت کردید با اکسیژن هوا ترکیب میشه، به صورت بسیار سریع استالدهان رو تشکیل میده و استالدهای به صورت بسیار سریع تشکیل میشه به تبدیل میشه به وینیگر یا همون در واقع سرکه یا اسید استیک. میزان اسید استیک تولید شده در یک منحنی کالیبراسیون که برای اون دستگاه قبلا رسم شده در اون یابی میشه و مقدار اون برابر است با مقدار الکلی که مصرف کرده، یعنی مقدار جریان آمپری که اونجا میدهد اون رو برای ما روشن میکنه، نشون میده که شما چه میزان مصرف کرده. البته راههایی هست که بتونیم این دستگاه رو گول بزنیم در واقع حالا اینجا جاشست من عرض بکنم خدمت شما، ولی به این صورت هست که میتونیم شناسایی بکنیم. خب قاعدتا مثلا افرادی که رژیم غذایی دارن که مثلا فقط گوشت مصرف میکنن توی تنفسشون کتون وجود داره، یا کسایی که مشکلات عرض میکنم خدمت شما قندی دارن توی تنفسشون کتون یا استون وجود داره که ممکنه دستگاه اشتباه بکنه و اون افراد هم فوت بکنن، اونگه درصد الکل تشخیص بده در داخل بازدمشون. لذا این اشکالات رو این دستگاه میشه برش وارد کرد که بسیار بسیار نمیتونه درد باشه، اما روش بسیار خوب است. اگر بخوام در پایین عرایزم جمع بندی بکنم، ما به این نتیجه رسیدیم که مصرف نکردن الکل به دلیل اینکه اون غلظتی که برای بدنمون مفید هست رو نمیدانیم و قطعا نمیتونیم رون غلظت بمانیم، خیلی خیلی بهتر هست از مصرف کردنش. پس پیشنهاد میکنم الکل رو مصرف نکنین به دلیل مشکلاتی که برای بدن در طولانی مدت خصوصا ایجاد میکنه و تولید استالدهای که سم بسیار مهلک و خطرناک است. عرض شد این مقدار استالدهای در مصرف متانول یا الکل چوب خیلی خیلی بیشتر تولید میشه که باعث مرگ و نابینایی در مقادیر بسیار کمتر از اون خواهد. در نهایت هم باید با ذکر بکنم که بعد از 12 تا 24 ساعت یا حتی کمی بیشتر بدن آری میشه از وجود الکل با روشایی که عرض کردم، یعنی مصرف زیاد آب، نوشیدن نوشابه های گازدار، استراحت، و امیدوارم که به کبد خودتون احترام بذارید، چون شاید میشه گفت تنها ارگانی است که تا آخرین سلول برای سلامتی شما میجنگه و اگر یک سلول اون هم زنده باشه سعی میکنه خودش رو تکثیر بکنه، به سلول های آسیب دیده دیگه کمک بکنید که بدن شما رو حفظ بکنه. تمامی این اتکلون هایی که شما مصرف میکنید و قیمت اندکی داره، مثلا فرض بفرمایید یک اتکلون پرفیون دنباری مثلا فرض کنید 15 میلیون تومان فکر کنم در علاوه قیمتش باشه در ایران، شما میتونید خرید بکنید به 1,500,000 یا میگن مشابهش رو ما میسازیم به 800,000 تومان. خب قاعدتا این اتکلون درستی نیست، حالا میخواد از هر ورودی وارد کشور بشه، این یه قیمت خاصی داره، لذا مصرف این روی کبد شما اثر میذاره. کبد شما فلونی که در این اتکلون شما از طریق بویایی جذب میکنید رو باید دفع کنه. تمام میوه و سبزیجاتی که میخورید که دوایش صحبت کردم توی سم داره، توسط کبد باید دفع بشه. داروهای مختلفی که میخورید توسط کبد باید دفع بشه. یعنی در واقع اینجا کبد نقش پالاینده بدن شما هست. پس چقدر خوب است که به کبد خدمت بکنیم، نه اینکه اون رو هر روز بیشتر از روز اذیت بکنیم و از بینش ببریم. خیلی خوشحال شدم، باعث افتخار بود، با امید برنامه‌های آینده. خدا نگهدار.